غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. سلام آقای دکتر. سلام عزیزم، شما کار چیه؟ منو نشاخی دکتر، من پژمان جمشیدی هم. پژمان جمشیدی؟ نه متاسفانه، من فوتبالیستم، بازیکن تیم ملی بودم پرسپولیس. روال کار ما روانشناسا اینه که شما صحبت میکنی، از خودت میگی، من به حرفات گوش میکنم و سعی میکنم کمکت کنم. متوجه شدی؟ دکتر جونم بگو چی شده؟ من فکر میکنم دارم افسردگی میگیرم. ول کن دیگه پژمان، بابا نخواستن دیگه، یه تیم دیگه واسه پیدا میکنیم، بیخیال شد دیگه. یعنی چی نشد؟ نشد دیگه، پیروز با مسعود قاسمی بستن. الان چه تیم مونده بعید؟ هیچی بابا، تموم شد. چی تموم شد؟ تموم شد دیگه، همه تیمو بستن. سنگوهن باف چی شد؟ از جوانانش بابا. تریات جیروف بود، چی بود اون چی؟ اون حل شد بابا، پول نداشتن، کم آورد. شانس ما رو ببین، یعنی این فصل بدون تیم مونده؟ صفرش کنم اینو. گیتی تا اینو دید ناراحت شد. گفتم گیتی جان ناراحتی نداره، داماد ما پژمان جمشیدیه، یه مملکتی روش حساب میکنن، یه کار خلافی رو صفر کردن که واسه اون کاری نداره. هدیه من الان یه سال و نیمه دارم از جیب میخورم، 6 ماه دیگه هم همین روند ادامه داره، تیم ندارم، درآمد هم ندارم. هجی یعنی قرار فقیر باشی؟ داغون کردی دختر، این چه طرز رانندگیه؟ 2,250,000 تومان. قیمت رفته بالا؟ همین آینه بغل ماشین شما، سال پیش میگرفتیم حدود 1 تومن، الان شده 2 خورده‌ای. آقا همه چی یهو با هم گرون شده. عجب. بله. ببخشید تو کارتتون موجودی به اندازه کافی نیست. رمزشو درست زدی؟ بله. من برم دست 3 بازیکنم دیوونه شدی؟ به جان جمشیدی بره دست 3؟ اصلا صحبتش هم نکن، عمرن آقا کنسلش. جدی؟ کارخونه لبنیات؟ نه این که فکر کنین دوستش ندارم ها. خب خیلی هم دوستش دارم. آفرین. زندگیمو دوست دارم، بچه هامو دوست دارم، خانوادمو دوست دارم. من کارم تموم میشه یه راست مستقیم میرم خونه، هیچ جا نمیرم، رفیق باز نیستم. بله. اهل این برنامه ها نیستم. آفرین. اهل اون برنامه هم نیستم. اهل این برنامه هم که اصلا حرفشم نزنی یار. من در بس در اختیار خانواده هم، کلن مرد خانواده هم. آفرین آفرین. پس مشکل چیه بهرام جان؟ مشکل بگو عزیزم. همه چی آقای دکتر، از وقتی که مادرش فوت کرده پدرش خونهشون رو اجاره داده، با پدر بزرگش اومدن خونه ما. بله. خب قدمش روی چشم بنده دامادشونم وظیفمه، ماشالله خونه هم که بزرگ، اتاق زیاد داره، ولی میدونی آقای دکتر این خونواده یه خورده چی؟ چجوری بگم؟ بگو راحت باش. عجیبن. اون در طول روز یه جوی در دست هست بهتر سر یار چقدر کانال عوض میکنی؟ بالاخره این تلویزیون رو خراب میکنی. سامان برو بابا جان درو باز کن، گرمه. نه درو برای چی باز کنم؟ من سردمه. من دارم از گرما میپزم. اول اینکه دمای بدنمون با هم نمیسازه، زمستونا گرمشونه، تابستونا سردشون، حتی بچه‌هام هم اینجوریان. یه خود اونورتر بازی کن عزیز. من تو سازمان بودم که بدونم با چی طرفم. این دیگه به خودت مربوطه، من نیستم. ببخشید فقط ازت میخوام به مالکیت شخصی اعتقاد ندارم. زیر پیراهنی من و زیر شلواری من. فقط ازت میخوام یه مدتی رو
من خونم اختیار کنترل تلویزیونمو ندارم. مردی که کنترل تلویزیون خونش دستش نباشه چجور مردیه دکتر؟ زن بگیری دوباره. این سریال قشنگه. واقعیتش اینه که من بعضی وقتا نگران تربیت بچه‌هام میشم. به نظر من میرسه که تو از اون آدمایی هستی که در گرفتن حقشون مشکل دارن. درست نمیگم؟ نه آقای دکتر، من از پس خودم برمیام. من فقط زیادی مؤدبم، به مردم زیاد احترام میذارم، از این اخلاق خودم هم بدم میاد. مؤدب بودن که خوبه بهرام جان. بله خوبه آقای دکتر، ولی تا یه جای دیگه. شما هم مجبور بشین پا برهنه تو خونه را برین مستند سوسکا رو نگاه کنین، خب از هرچی ادب و تربیت بدتون میاد دیگه. باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. حالا بگو چرا این مشکلاتی که داری رو با همسرت در میون نمیذاری؟ شاید اون بتونه یک کمی فضا رو برات راحت تر کنه. همسرم؟ آره همسرت. چی شده؟ خودش یه پروژه هست. سلام عزیزم، عجب ترافیکیه تو این شهر، زادم دیگه به هیچ کاری نمیرس. سلام. سلام. میراث فرهنگیمون داره از بین میره. ای تو نشستی داری مستند سوسک نگاه میکنی؟ خب چی کار باید بکنم؟ هیچی، بشین مستند سوسک نگاه کن تا میراث فرهنگیمون از بین بره. میدونی همین الان چه خبری شنیدم؟ چقدر وحشتناک بود، سیاسپال یه دونه پایش ترک برداشته. میفهمی یعنی چی؟ بله میفهمم. باور کن که نمیفهمی. میفهمم، خوبم میفهمم، خیلی هم از این بابت متاسفم. خیلی ممنونم که متاسفی. پاشو کمکم کن، باید سریع وسایلمو جمع کنم برم اصفهان. اصفهان؟ اصفهان برای چی؟ آره دیگه اصفهان بریم واسه این متروش یه فکری بکنیم. تصمیم گرفتیم با خانمای انجمن بریم چارزانو بشینیم جلوی ریل. بالاخره یه اتفاق میفته دیگه. بابا بگو سیناتو به من بده. بابا با هم دیگه بازی کنیم. بابا نه آخه توپانه جفته. ساچ کیسیه منو ندیدی اینجا؟ ساک توسیه منو ندیدی؟ پریسا این کارا رو ول کن. ول کن یعنی چی؟ ول کن ول کن کردی مقبره کوروش هم داشت میرفت زیر آب دیگه. تو آخرش هم یه بلایی سر خودت میاری. همین مقبره کوروش هم اگه من نبودم که به زور از آب بکشمت بیرون غرق شده بودی. بابا سابا این کارو نکرده بودی در راه میراث فرهنگی بود، خیلی هم دوغ داشت میموندم. خواهش میکنم به تمرگیله. یعنی سوکه بشین، بیا اینجا بغل من بشین، یه رقه حرف نزنین، ساکت. پریسا، این سازمان میراث فرهنگی خودش یه ساختمون داره به چه بزرگی، حواسشون هم هست. حالا این مقبره کوروش مگه الان زیر آبه؟ بله اونا حواسشون هست، ولی احتیاج به کمک همسال ما دارن. برای همین هم الان زیر آب نیسته. تو من چی کار کنم تنهایی با این بچه ها، با اون پدر، با اون پدر بزرگ؟ نمیدونم. اینجا جای توپازیه؟ اینجا جای توپازیه؟ بری بالا. چی کار میکنی؟ واسه چی سر بچه های من اینجوری داد میزنی؟ من داد زدم؟ داد زدی اونم با خوشونت؟ تو خودت هم اینجا داد زدی، گفتی به تمرگین. من بله بله اجازه بده، من اولش نیدی گفتم خواهش میکنم عزیز من واسه این چیزا کلاس رفتم واسه تربیت بچه. من لحنم مادرانه بود، تو چی؟ آخی تو توی این بچه های من تمام حس بچگی رو کشتی، تو منم تمام شور زندگی رو تو کشتی. من شور زندگی رو در تو کشتم؟ بله تو شور زندگی رو درش کشتی. بله اردشیر خان شور زندگی رو درش کشتم، این شده. اگه نکشته بودم چی میشد؟ پاشو ببین کیه یه آژانس هم واسه من بگی. بله سلام، چطوری؟ بیا تو. دایی پژمان اومده. سلام قهرمانه. خوش اومدید. چی ریخته دوم اینجا؟ وای توی ساعت، توی ساعت چه ساعت شناسی عجب شدی؟ دیدی؟ تو چقدر دختر خوششانسی هستی دیگه، چی میخوای؟ ای پیشمان واقعا تو نابغه ای. اینجوری هم نیست. تو باید بری تو سیک کار کنی. ادی این چه حرفیه میزنی؟ بیادب بیادب خودتی؟
مگه سیرک چشه؟ سیرک مال بچه هاست؟ نه خیر اصلا اینطوری نیست، من عاشق سیرکم، اون فوتباله که مال بچه هاست. راجعه فوتبال درست صحبت کن، درست صحبت کن بابا، ول کن هدیه، ول کن، بذار یه بار با هم دعوا نکنیم. ببین هدیه جان، ما میخواییم یه عمر کنار همدیگه زندگی کنیم، این مهمه که چی؟ که کنار هم زندگی کنیم. ببین هدیه جان، ما میخواییم یه عمر کنار همدیگه زندگی کنیم، این مهمه که چی؟ که کنار هم یه عمر بتونیم زندگی کنیم. این مهمه که تو رابطه خوبی با خانواده من داشته باشی؟ اصلا میخوام ازت خواهش کنم امروز رفتار خوبی با پریسا داشته باشی، بهش احترام بذاری. من که کاری به کارش ندارم. میدونم، برای همین میگم میخوام کاری به کارش داشته باشی، میخوام باهاش با لبخند با محبت رفتار کنی، میخوام این گلی که گرفتی ببری بهش بدی، بغلش کنی، ماچش کنی، از دلش در بیاری یه جوری. کی از دل من در میاره اون وقت؟ اصلا منظور من اینا نیست، منظور من اینا نیست، من میخوام با هم دوست باشید. من میخوام با هم دوست باشید، اصلا دعوای گذشته رو فراموش کنین. ببین پژمان، اون دعوا تقصیر من نبود، پریسا شروعش کرد. هیچ وقت من شروع نمی‌کنم، همیشه اون دعوا رو شروع می‌کنه. حالا هر کی شروع کرد، هدیه دیگه فامیلتونه، تو باید به انتخاب برادرت احترام بذاری. آخه برادرم آباد کرده با این انتخابه. بس کن پریسا، اصلا دعوتشون کردیم که این کدورتا رو بذاریم کنار دیگه. بعد حرف نزن آقا معلم، بیا این پلو پزو ببر اونور، برنجا رو برس تو شکم تا بگیره. من نمیدونم، حتما این کارا لازمه. نه پس لازم نیست، دختره بشینه پاشه دهنشو پر کنه خاری کله، میگه خواهر پشمون یه آشپزی بلد نبود بکنه. من میگم که تو راست میگی، یعنی اینکه تو باید یه خورده گذشت داشته باشی. همین هدیه خانم هم دختر خوبی هم دیگه. بدی نیستن که، نه خوبه. نه نه، منظورم اینه که آدم سطحی هست ولی تو قلبش چیزی نیست، قلبش پاک. نه تو قلبش چیزی هست نه تو مغزش، اینو یادت باشه. حالا هر چی که هست پریسا، تو اگه برادرتو دوست داری باید اونو دوست داشته باشی، وگرنه رابطت با برادرت خراب میشه. نمیخواد تو نگران باشی، ما خانواده‌ای هستیم که مثل کوه پشت هم دیگه. رابطه من و پژمان به خاطر یه دختر بد قیافه بد اخلاق به هم بخوره. ما بیچاره دیگه اونقدرم بد قیافه نیست. خوشگله؟ نه من میخوام ببینم تو سلیقت اینه، خوشگله؟ من گفتم خوشگله؟ من گفتم که قیافش بد نیست، بعدم هست تازه یه خورده. این ضعف فرهنگی ما ایرانی است، فکر میکنیم هر چشم رنگی قشنگه. اصلا هم اینجوریه، تا یه بچه چشم رنگی تو خیابون میبینیم یه خیاخه، یعنی چی؟ آره واقعا، خاک بر سر من کن. ببین تو دقت نمیکنی، امروز به قیافش دقت کن، یه حالتی از پرنده ها تو صورتشه، اصلا آدم میترسه زیاد نگاش میکنه، لحن حرف زدنش هم خیلی زشته. مثلا یه خانم بعد یکم محکم صحبت کنه. اسم به این قشنگی گذاشتیم رو برادرم، ببین بعدم یاد اینا که مخفف میکنم. دیدی؟ پیشی پیشی پیشی. پریسا هر چی که هست باید تحملش کنی، حداقل نمیتونی وانمود کن. نمیتونم وانمود کنم، این مشکل من با جهان هستیه که درون و بیرونم یکیه، نمیتونم. بهتم بگم مطلک بگه جوابشو میدم، پررویی کنه پررویی میکنم. ولی سعی خودم میکنم. اون خورشتا رو بده. این خوش فقط این ظرفاشو جمع کن، دل خوره گرفتم. چشم. دستت برم. هدیه بذار همه چی به خوبی و خوشی تموم شه، دست از لجبازیت وردار لطفا. من خواهرتو رو میشناسم. باز که داری حرف خودتو میزنی؟ یعنی تو میگی من بشینم هرچی خواهرت دلش خواست به من بگه صدام هم در نیاد؟ اگه اون میخواست هرچی دلش خواست به تو بگه که ما رو نهار دعوت نمیکرد خونهش. نهار دعوت کرد که حالمو بگیره. چرا اینجوری فکر میکنی راجع به پریسا؟ پریسا یه ذره زبونش تنده، وگرنه تو دلش هیچی نیست. راست میگی، تو قلبش هیچی نیست. آره دیگه، دل و قلب یکیه. نه منظورم اینه که تو قلبش سنگه. آخه این حرفا رو نزن، بعدن پشیمون میشی ها. پریسا خیلی آدم مهربونیه، دلش اندازه گنجیش که همش تو کارهای خیریه است، کمک به فقرا، کمک به ایتام، کمک به زنان. راجب خواهرم درست صحبت کن، هیچی بهت نمیگم. بی ادب. با من اینطوری حرف میزنی؟ من الان میرم. نه نه نه، غلط کردم. ببخشید. معذرت میخوام. باشه بخشیدی. این دو ساعت رو فقط هیچی نگو. بریم پاشیم بیایم بیرون، تموم شو بره. بخشیدی. باشه غلط کردم. باشه. میو کن. میو. یه دونه دیگه. میو. بریم. بریم. پریسا اومدن، خیالم راحت باشه. اومدن؟ واسه چی زنگ در حیاتو زدن؟
چه میدونم، شاید پژمان ماشینشو پایین پارک کرده. نه دختره یه منظوری داشته. نه پریسا، من خواهش میکنم دیگه بهت سفارش نکنم و به اندازه یه نهار خوردن خودتو کنترل کن. نیشو کنایه نزن. باشه باشه آقا معلم، باشه. خب حالا خونسرد باش، لبخند بزن. لبخند باش. سلام. خوب هستین؟ بفرمایید. ممنون. خیلی خوش آمدید. چطوری برای جا؟ خوشتون من ببخشید. پریسا اومدن. خواهشن دیگه لبخند روی خوش. ببین؟ اینو بگیر. خواهش میکنه آزاد لبخند. من بگیرم. بابا، هدیه جان اینم با ما حرف زدیم. سلام. وای پژمان چقدر این رنگ بهت میاد، ماشاءالله دادش هم ماه شده. شما که خودت گلی. واقعا گلی. خوب هستین هدیه خانم؟ ممنون. خوش آمدین. خوبی؟ بله بفرمایید. خوش آمدین. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خوش حرف زدی؟ خیلی زیاد. خب بریم فرنوشون نذاریم. خدا به خیر بگذره. این گوجه فرنگی کوچیکا رو دیدیم؟ ایاتون باشه قبلنا نبود. من نمیدونم اینا یا چجوری وارد زندگی ما شدن. خیلی هم خوشمزن. وا آقا بهرام، اینو که دیگه همه میدونن. این گوجه فرنگی از همین معمولی هست، فقط قبل از اینکه بزرگ بشن از درخت میچیننشون. درخت نداره گوجه فرنگی، بوته هست. نه اینا دارن. پژمان جون، بالاخره تیم جدید رو پیدا کردیم. بله. اسمش چیه داداش؟ سپاهان. پژمان جون تو که پشت تلفن به من گفتی آقایی. آه سپاهان. پژمان هم گفت سپاهان دیگه. آهان من امروز یه خوره گوشام کیپ شده، درست نمیشنوم. با بهرام. ببخشی گوشم گرفته. سپاهان خیلی تیم خوبیه. چند بارم قهرمان شده آقا بهرام. داداش من که جای بد بازی نمیکنه. استثنا تو انتخاب تیم سلیقه داره. پژی تو بری اصفهان، من بدون تو اینجا چی کار کنم؟ عزیزم هممون دلمون واسه پژی تنگ میشه، ولی پژی نمیتونه که کار نکنه. پژی باید بره دنبال کارش تا آیندهش موفق باشه. نه پژی جان. بله. هدیه جان من که اونجا نمیرم، بمونم که میرم برمیگردم. از این میرزا قاسمی خوردی؟ چقدر خوشمزه. بخور جان من یه سره. این داره من رو برمیاره. کی؟ پریسا. پریسا هنه این حرف هاست؟ من که فکر میکنم داره ادای من رو در میاره. حساس نشه. نقص به برادر من میگه بجی روح مامانم تو قبل میلرز. پریسو خواهش از همیزا بیه ببین اینه پرنده. پریسو این قبلا پرنده به خاطر من خواهش قبلا پرنده خواهش. از این میرزا قاسمی خوردیم که چقدر خوشمزه است. چقدر عالی. بکشم برات. خیلی خوشمزه. این میرزا قاسمی بده بله بفرم. من میکشم. عزیزم من یه عمری براش از کوچیکی غذا کشیدم. قربونت برم عزیزم، زحمت میشه برم. خوشگلم قربونم چشت برم خودم میکشم. من میکشم شما تو زحمت نیافتید. میکم آروم باش. چشم چقدر بکشم؟ تو همون بشقاب بکشم. نبود من و پژی قرار گذاشتیم تا آخر عمر تو یه بشقاب غذا بخوریم. ولی میدونین اصلا کار بهداشتی تا آخر عمر ما قول دادیم. ممکنه یک تون سرما خورده باشیم. اشکالی نداره. شما پرنده ها رو دوست دارین؟ خیلی. چطور؟ ولی من خیلی ازشون بدم میاد. چرا؟ چایشونی که بخورن کم کم بودمشن میرن. پژمان به من قول داده. جا خوش کرده. دیدی واسه اینکه لج منو داره رو اونجوری حرف میزنه ها، اصلا یه خانم موقر اون لحن لوس رو باید داشتی میشه. پژی
از الان با برادر من توی بشقاب غذا میخوری که حس مالکیتشو ثابت کنه. برادر که من اینقدر براش زحمت کشیدم. پریسا یه خورده تحمل کن. همین. کاش یادم انداخته بود قبل از اومدنش یکم مدیتیشن میکردم. دارم خفه میشم. بمیرم برات. یه خورده تحمل کنی تموم میشه. میرم. آره بابا. بریم چای ببریم برم. بذار آب جوش بریزم. چه عطری زده. تا همینجاشم خیلی خانومی کردم. این دفعه دخترمتو به رخ من بکشه مثل دفعه پیش چنان بابا بر... ول کن ول کن هدیه، این چای رو بخوریم پاشیم بریم تموم شه. بفرمایید اینم چایی. خواهش میکنم. یواش دستشویتون کجا بود؟ بیرون. این طرفیه بهتر. نه اون خرابه. من درستش کردم. ممنون آقا. خواهش کنم. تو اینجوری تربیت شدی؟ این بچه بود کارد پنیر رو به کره نمیزد، اینجوری مامانم سخت میگرفت. بعد الان ما این دختره توی بشقاب غذا میخوری؟ از این بهداشتیه؟ حریصا جون بابا بیخیال، این دختره همسر آیندمه. این چایی رو ما میخوریم میریم. من فردا مسافرم، خیلی سرم باید برم ساک ببندم. خیلی خوب. خب پس با هم میریم. منم فردا دارم میرم اصفهان. بابا کی میره اصفهان؟ من دارم میرم شیراز که برم فشاپور. دیدین؟ به منم گفته بود فشاپور. نه بابا، سپاهان مال اصفهانه که. بابا من سپاهان نمیرم، دارم میرم لبنیات فشاپوری. صاحب لبنیاته. این اگه بفهمه من دارم میرم دست سه، ضربه روحی میخوره. فشاپوری دست سه؟ ای بابا، پژمان جمشیدی که جای بدی نمیره. این مالی یه آدم پولداره که صاحب یه لبنیات به نام فشاپوری. ای بس کلی سرمایه پشتشه. آره بابا، اصلا چون تیمه رو تازه خریدن از دست سه شروع کردن، میخوان دو ساله بیان لیگ برتر. وحید میگه امکاناتی که داره تیمای لیگ برتری ندارن، مثلا سالن بدنسازی، استخر، سونا، دارن استادیوم میسازن اختصاصی. خب این خیلی عالیه، من به تبریک میگم. مرسی. تازه من قرار مشاورشون هم بشم، یعنی نقش مشاور رو بازی کنم. میخوایم چند تا بازیکن لیگ برتری خوب اسمی بگیریم، اصلا تیمو داریم خیلی قوی میبندیم. ولی با همین من واسات متاسفم. اه چرا؟ چون همسر آینده‌ات انقدر درک نداره که شرایطتو بفهمه و تو مجبوری بهش دروغ بگی. این بدبخت هر مشکلی داشت گفته بود منم پذیرفته بودم. این بدبخت رو با اون مقایسه میکنی؟ بعد من خودم دوست ندارم بهش بگم، وگرنه به اون بگم دست هشتم دارم بازی میکنم براش فرقی نمیکنه، اون پای من میمونه. چقدر عالی. شاعرانه. شاید من اشتباه میگم، راست میگه. الان که اومدش میگم داری میری دست سه. پریسا بس کن. پریسا خواهش میکنم. پریسا؟ پریسا؟ خیلی خوب، حالا کجا مونده این دست با چلوفتی؟ یه وقتی گم نشده باشه. گم نمیشه. خدا رو شکر به خیر گذشته. آره خدا رو شکر. ببین یه چند جلسه اینجوری بذاریم همدیگه رو میبینن عادت میکنن، مشکلات حل میشه. اصلا حله، این خانوما وضعیتشون عادت دارن بغل همدیگه که رد میشن میخوان یه حالی از همدیگه بگیرن. اینم همینجوری. آره دقیقاً. آها تنها موندن. نه مهم نیست دیگه، تو این دو دقیقه دیگه. پژمان تو واسه چی برگشتی به این گفتی که ما غذامون رو بیرون گرفتیم؟ دهن لق. منم چی حرفی زدم؟ بهت یه دستی زده. خیلی دهن لقی. حالا اشکالی نداره پریسا جون، منم عین خودت، آشپزیم اصلا خوب نیست. آخه مشکل اینجاست که آشپزی من خیلی هم خوبه، فقط من مثل تو وقت آزاد ندارم که الکی وقت بگذرونم و آشپزی کنم و اینا. خیلی دهن لقی. پژی من اصلا هم دهن لق نیست. بریم پنگول جون. ببخشید اگه پنگولت دهن لق نیست، واسه چی به من گفتی که شما دیپلمم نداری؟ من پژمان مگه نگفتم کسی نفهمه؟ من اصلا کیم چه داره به یه دستی میزنه؟ اشکال نداره که، همه دخترها که زیبا و تحصیل کرده نباید باشن. ولی من دارم درسمو میخونم. خب امیدوارم که امتحاناتو خوب بدی در پایان ترم. من دیگه پامو اینجا نمیذارم. بدیه وایسا. کار خودتو کردی ها؟ همینو می‌خواستی تو، همینو می‌خواستی. این همینو می‌خواست. بعدم باد کار دارم. بفرمایین فلان بفرمایین. حرف نزن. به شعور و آیکیو من ایمان آوردی. بهت گفتم دختر دیپلمم نداره. پریسا بخروم. پژمان وای آخش اینجام گیر کرده بود، خدا رو شکر جگرم خنک شد. بهرام سری خونه. Thank you.
محترم. دوست عزیز با شما. جانم اینجا جای پارک منه. چرا ننوشته پا؟ نه منظورم اینه وقتی من دارم دنده عقب میام یعنی اینجا جای منه. تو آیین‌نامه نوشته که کسی دنده عقب اومد جا پارک مال اونه. همیشه که نباید واسه آدم بنویسن. آدم بعد خودش. من الان عجله دارم. میرم دو روز دیگه برمیگردم. انصافا حرفاتم تاثیرگذاره ها. نری جای من برمیگردم. نری یا راستی این لگن رو میخوای بذاری تو پارکینگ؟ اینو بذار بیرون، سویچت هم بذار روش، برو سفر با خیال راحت، برگرد سوارشو برو خونتون. پارکینگ؟ از راست برو، همه رو از راست برو. نه، دیگه فایده نداره. یعنی چی فایده نداره؟ تو چه میدونی چی فایده داره چی نداره؟ از راست میای، اینجوری میای، دریبل بزنی سان، گل. به همین راحتی. نه، وسط بیرفتی بهتره. تو میخوای من فوتبال یاد بدی؟ بهت میگم از راست برو بگو چشم. نمیخوام باز خودمه. یعنی چی نمیخوام؟ بده من ببینم. بده من. وای آقای جمشیدی خودتون هستین؟ بله آقای پژمان جمشیدی رو داریم، فوتبالیست معروف. چطور نشناختین؟ دیوونه هستی. بشین بابا. خول شدی یا؟ این چیه رو چه شده دادم بالا بس بشنسنه. دیوونه شدی بابا؟ پاشو بریم اینا. اینا چیه بایی؟ پرتقاله، باید داریم بسته بندی کنیم. پرتقال واسه چی؟ ببین حالا با همین دو تا جبه پرتقال چجوری سر نمیشه فوتبالی تعویض میکنم. با من یه ساعت اینجا علاف تو هم رفتی دنبال پرتقال دیوونه. این چه طرز حرف زدن با مدیر برنامه است؟ مردم مدیر برنامه شون میزنن رو سرشون. بله میزنن رو سرشون، من اینکه نمیذاره یه فسانی بیرون بمونم، براشون قرارداد امضا میکنه. بشکنه این دست که نمک نداره. همین الان دارم کجا میبرمه؟ دارم میبرمه وسط قرارداد ببندم دیگه. لبنیات فشاپوری فشاپو. ببخشید رئال مادرید دیستش پر شده بود. اینجا رستوران پیدا نمیشه. شکمم داره قارقور میکنه. وحید ولی من نگرانم. نگران چی؟ نمیدونم. حس میکنم اگه تیم لیگ 3 بازی کنم دیگه عمرن یه تیم لیگ برتری بیاد سراغم. 3 نه و 2. چرا دیگه لیگ برترم حساب کنیم میشه لیگ 3 دیگه. لیگ برتر عین طبقه هم کف میمونه. حساب نمیشه. آره اینجوری هم بهش نگاه نکرده بودم. حالا ولش کن. مهم اینه که مثل بچه آدم بیای فردا قراردادتو ببندی، فکر بعدم نکنی. منم قول میدم تای فصل بسید یه دونه تیم لیگ برتری توپول پیدا کنم. قول منم که میدونی قوله. قولت که خیلی قوله. مثل پارسال دیگه قول داده بودی سمت راست پرسپولیس برام سند بزنی زدی دیگه. من الان دارم راست پرسپولیس بازی میکنم. آقا من چیکار کنم اینا یه تپ و تپ مدیر عامل و مربی عوض میکنن. تا با یک کمایی میشه یکی دیگه رو میارن. عید اینا همون قضیه مافیای فوتباله. نمیذارن دیگه من برگردم پرسپولیس. میدونی چرا؟ چون من همیشه نون بازومو خوردم، تن به خواستهاشون ندادم، ساقمو نفروختم. اگه منم مثل خیلی از این بچه‌ها بودم، منو تا 10 سال دیگه میتونستم پرسپولیس بازی کنم. امانت دست این مافیا. هر چی میکشیم ما از این مافیا میکشیم. این مروت ها همه جا هم هستن. بعید من بعضی شبا خوابشون رو میبینم. با قیافه های ترسناک و صداهای دورگه و عینک های آفتابی فیک اونجوری هم. بی خیال بابا دلمون ریشی شد. بریم بار اونو تحویل بدی، این کارت پروازمون رو بگیر. آقا وحید پرتغالا رو برای چی آوردی بار اضافه؟ ما تحقیق کردم، این مدیر عامل عاشق پرتغاله، دادم از شمال آوردن. میگن پرتغال ببینه پای سوس میشه. خوش بریم. اینا مثل همه تحقیقاتت. خوش خوش. این دفعه یه پکیج واسه بستم. مولا درزش نمیده. با یه سری از بچهای مدرسه‌ام صحبت کردم. به محض اینکه بازی تو شروع کنی، تیتر و عکس روزنامه‌شون همش بشه تو. یه چند تا هم عکس رو جلد وسط می‌بینیم، اسم دوباره میفته سر زبونم. تازه اینکه چیزی نی. یه کاری وسط کردم اگه بهت بگم کف می‌کنی. چیکار؟ دارم رو عادل کار می‌کنم تا یکی دو ما دیگه دعوتت کنه برنامه 90. با عادل رفیقی؟ گفتم دارم روش کار می‌کنم. آخه این هفته یه مسابقه گذاشته بودن بین بچه‌های گزارشگر و مدیر برنامه‌ها. منم چند بار گذاشتم عادل از سمت من بره. تازه این هفته هم دوباره بازی داریم. می‌خوام بذارم چند تا لایو بهم بزنه. رفاقت صفر. از
امیدی هست؟ بله، چی فکر کردی؟ تازه همین تیمی که داری میریم قرارداد ببندیم، شانس اول صعوده. صعود کنه همه میگن پژمان تیمو برد بالا، سال دیگه واسه سر دست میشکنه. سعید، من همین دیشب سایت فدراسیون فوتبال رو چک کردم، تیم تو 16 تا تیم 12ام. دروغ نگو. به هر حال 16ام که نیست، نیمه پر لیوانو ببین داداش. عجب صف مزخرفیه، یه کاری بکن. چیکار کنم صف دیگه؟ بابا ناسلامتی تو پژمان جمشیدی هستی یا زشت پژمان واسه تو صف؟ یه رخ بدیم بریم جلو. وحید، تو که میدونی من دوست ندارم از شهرتم سوء استفاده کنه. جون وحید یه رخ بده. جون وحید همش مجبور میکنه. یه رخ بده. رخ بده، رخ بده. واسه حواسش نیست. آنر برمیگرده، مکتر برمیگرده. یه لبخند بل بده واسه، یه لبخند بل بده. دل به کار نمیدی ها. مایه بذار دیگه. مایه بزن، رخ بده. خب رخ بده دیگه. اینجوری نمیشه، بذار خودم برم. وحید کجا میری؟ بابا بذار برم یه گپی باش بزنم. بابا وحید آبروریزی نکن. وحید، وحید. وحید. آقای پژمان جمشیدی، حالا که نزدیک دیدین شناختین دیگه. راستش نه به جناب. ای بابا، مگه میشه؟ آقای جمشیدی از مفاخر ورزشی کشورمون هستن. بازی‌های درخشان ملی ایشون تا سال‌های سال تو ذهن مردم باقی میمونه. آقای جان لطف دارن، من وظیفه‌مو انجام میدم. شکست نفسی نکنید آقای جمشیدی. کیه که گلای پرشمار ملی شما یادش بره؟ اون گلی که به گرجستان زد و یادتونه؟ اونو نه، ولی گل دیگه هم داشتن. البته گل ملی همون یه دونه رو داشته، ولی گل باشگاهی زیاد داشته. آقا باورتون نمیشه، این آقای جمشیدی از رخیان که میومد بیرون، وارد استادیوم که میشو، 100,000 نفر با هم دیگه یه صدا میگفتن جمشیدیه یوسپلنگ، جمشیدیه یوسپلنگ. صداش میگردن جمشیدیه یوسپلنگ. نیست که سرعتش زیاد بود، بعد کلش هم یه نمور نسبت به تنش کوچیکه، برای همین بهش میگفتن یوز پلنگ. بله متاسفم، ولی من نشناختم، به جا نیومد. ای بابا، امثال آقای جمشیدی رو ما باید قدرشون رو بدونیم. کسایی مثل آقای دایی، آقای خداداد عزیزی، آقای جمشیدی، اینا کسایی هستند که از زندگی و جوانیشون گذشتن واسه شادی این ملت. حالا ممکنه شما آقای جمشیدی رو ندیده باشی، ولی بالاخره فوتبال که نگاه میکنی که. راستش من زیاد علاقه به فوتبال ندارم، بیشتر واترپولو میبینم. واترپولو؟ بله. مگه نشون میدن؟ آره بابا، همه هفته پیش دوتا از بازیکن تیم ملیشون، آرام آقازاریان و رابطین وسطی، اینجا بودن. کیا؟ بازیکن تیم ملی واترپولو نمیشناسی؟ بریم آقا، بیا بریم. آقا شد ما یه پرواز داشته باشیم سر موقع بپره، برای وقت مردم ارزش قائل چی؟ واترپولو؟ اینو ببین جان من، کریم انصاری فرد گفت تیم ما به روند روبروش خود ادامه میداد. همچی تیم ما میکنه انگار 10 سال تو پرسپولیسه. ما با این سابقه همون یه بار نمیگفتیم تیم ما. اصلا اگه میگفتی علی آقا جای 10 بار 16 بار میبرده بالای تپای داوودی بالا بیاری. اصلا از اینا مصاحبه نمیگرفتم اون موقع، که مثل الان نبود که پول بدی به روزنامه برای مصاحبه یه صفحه ازت بزنه. ای 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 بعد میگم بابا وحید، دارم با حرف میزنم و چی گوش میدی؟ ها بده، من دارم باید حرف میزنم رو سرته. بلش ما این به درده کنه بکنه که آفره. بابا من اصلا خارجی دوستانم، ولی این رپ خیلی باله. اینو برای من بزن. رپ چی چیه بابا؟ آموزش زبان انگلیسیه. رپ بابا میدونستم چقدر بی جنبه شدیدم، باید شوخی میکنم. اصلا دارم من اینو. تو برای چی حالا داری گوش میدی؟ واسه اینکه زبانم باید پرفکت باشه. پس فردا یه دونه مدیر برنامه بین‌المللی درست حسابی میخوام بشم، باید انگلیسی بلد باشم دیگه. نمیشه که مثلا شاید فردا مدیر برنامه اینیستا. حداقل باید یه 4 تا هلو هاماچ
وراریور بلد باشم دیگه. آره منطقیه. حتما هم سال بعد عین من میبریش لبنیات فشاپوری فشاپور. حالا تو مسخره کن. 4 روز دیگه که شدم مدیر برنامه بین‌المللی، بعد دست و پا میافتی میگی منو بفرست اروپا. تو همه پرسپولیس رو برای من درست کن، اروپا پیشکشه تا یه عمرم ممنونت میشم. خیلی ممنون. ممنون. اوه دی. الو سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوب نیستم. آره آره تو هواپیماییم، با وعیدم. سلام میرسیم. سلامت باشی. نه برسم بهت زنگ میزنم، برسم اصفهان سریع بهت زنگ میزنم. اصفهان؟ آره آره، قربونت. الان؟ ببینم، تو هواپیمام و مردم هم. باشه باشه قربونه، باشه باشه تو هم مواظب خودت باش. خدا برای چی گفتی اصفهان؟ از توقع داری چی بگم؟ بگم دارم میرم لبنیات فشوپوری قرارداد ببندم، نامزدیش رو با هم به هم میزنه. پس چی بهش گفتی؟ گفتم دارم میرم سپاهان قرارداد ببندم. سپاهان؟ آره بابا، همینم کلی قور زده، زیر استقلال پرسپولیس اصلا قبول نداره. خب پس برای که قرارداد ببندی که میفهمه که آخه نه که بازی های لبنیات فشوپورم نشون میدن، از کجا میفهمه؟ بازی سپاهانه که نشون میدن که. راست میگی. اوه من اصلا از زاویه بهش نگاه نکردم. درستش میکنم، میگم تو روی مربی وایستادم و حتی مثلا درگیری فیزیکی و اینا رو هم اضافه میکنم، میگم با هم لج کرد منو فرستاد سکو. کاری نداره. خیلی کار بدی کردی، اشتباه بزرگی کردی. آخه آدم اول زندگیش دروغ به این بزرگی بزنش میگه؟ حداقل میگفتی شاهین پوشر که نزدیکتره. سلام خدمت شما مسافرین محترم، از طرف کاپیتان قیاسی و سایر خدمه هواپیما به شما خیر مقدم عرض میکنم و تشکر میکنم که شرکت ما رو برای پرواز انتخاب کردید. همچنین امیدوارم پرواز آرام و خوبی داشته باشیم و اوقات خوبی رو در مقصد سفرتون سپری کنیم. پیش از اینکه همکارانم نکات ایمنی پرواز رو به شما نشون بدن، میخواستم به اطلاعتون برسونم که ما امروز مفتخریم یکی از چهره‌های محبوب کشورمون که میدونم همتون دوستشون دارین در بین ما هستن. از طرف کاپیتان قیاسی و سایر خدمه پرواز به ایشون خوش آمد میگیم. جناب آقای احمد ایران دوست. اشکال نداره، خوب شد چرا خاموش اومدیم، تابلو نکردیم خودم. دنبال چی میگردی؟ دنبال این سرپرسته قرار بود بیاد دنبالمون. چه شکلیه؟ چه میدونم؟ یه پلاکارد دستش میگه. اینه هاش جمعونم راننده شو برسه. سلام آقا. سلام آقای جمشیدی، خوش اومدی. جمشیدی من نیستم، ایشونه. البته پژمان جمشیدی، نه پدرام جمشیدی. پدرام نیومده. پدرام نداری، پژمان. واقعا؟ آقا من گفت پدرام جمشیدی. آقا سرپرست تیمه؟ نه آم رئیس تیمه، سرپرست تیمونه. سرپرست تیم تویی؟ تو مگه چند سالته؟ نه یا 17 یا 18 یا 19، اینا دقیق من نمیدونم آقا، میدونه ببین. به سلامتی، به سلامتی. چجوری ما رو میخوای ببری؟ با ماشین من خودم میبرم تو. تو؟ گواهی نامه داری؟ ها؟ یه چی بریم اون، بریم. خوش اومدی. میگم شما غیر از من بازیکن اسپری دیگه ای هم برای تیمتون گرفتین آقا. رستم. چی؟ اسمم آقای رستم. میگم برای تیمتون بازیکن اسپری دیگه ای هم گرفتین؟ آها کریم. باقری؟ نه کریم پسرموی آقام، انقدر خوبه همه میشناسن. برای تقویت تیمتون بازیکنی نمیگیری؟ تو آقای جمشیدی آوردین چیکار آوردین تیمو تقویت کنی؟ حالا اگه چند تا بازیکن با تجربه دیگه هم خواستین که هم قیمتی کنار بیان هم وقتشون آزاد باشه من دارم. خب اینا تو دایره من که نیست، تو دایره آقامه. اینا با آقام بگو، پولمون دست آقامه.
نمیخوایم پرتقالا رو بگیری اما بیا داداش پرتقال ما خود اینجا کلی دخ پرتقال داریم پرتقال هم باید مایه آبروریزی حالا چرا میزنی این رو من گفتم بیاری بزن دارو بزن دارو بزن رفت راننده تون برد ماشینو چی؟ ماشینتون رو برد ماشین که اینجا بفهم ماشینتون اینه؟ این ماشین تیمه باش بازی کنم یا این میبه اون با این؟ گوسفند تو شکار میکنه گوسفند؟ آه این غذای تیم ببین اگه فکر کردی من با وانت میام کور خوندی ها تو کنترل کن پشمان زشته بابا زش کدوم مرد حسابی زش اینه که وانت فرستادن دنبال پشمان جمع شدی اگه یه فوتبالی منو ببینه چی میگه عمرن تا شوی 500 کیلومتری اینجا یه فوتبالی هم بعید من اعصاب ندارم ها پشمان جان یه لحظه ببین اینا اتفاقا وضع مالیشون خیلی هم توفه ولی اینجا شهرستانه مجبورن اینجوری بگردن میان تو چشم بعید من عمرن با وانت نمیام ببین دقیقه است میریم اونجا سریع امضا میکنیم تموم وعید من 5 دقیقه هم نمیام این تن بمیره 2 دقیقه اصلا میریم میرسیم این تن وعید این بار آخره به حرف گوش میدم ایول این کیه؟ تو کی هستی؟ این عزیزم پاش درد گرد پردون همش دکتر آوردن همش پس ما کجا بشینیم؟ اولین بار تو زندگیم نگران آیندم شدم آیندگان از شما یه جوری یاد میکنه که انگار شما ازت توی پیشرفت فوتبال ایران مثلا دستش کنه به آیندت فکر کن به پرسپولیس به تیم ملی شما با این مهارتتون خیلی زود فوتبال کنار گذاشتید امان از این مافیای فوتبال آقای رئیس راستی این پسر الان اینجاست امروز فی چنده از همین لحظه اعلام میکنم که این برنامه 90 رو کلن تحریم کردن آقا پژمان خارجیشو نگاه 11 این لیگای پایینم خوب پول دارن ها برش بود مبارکه میخوایم بزنیم یه کنه الان نمیشه بخواه جمشیدی